اینو ببین، اصل بربریه. یادش بخیر بچگی ها چقدر تو صفش وای میستادیم. حالا یاد میگیری اصلشو اونجوری که از بیرونم بهتر بشه خودت تو خونه درستش میکنی. سلام و درود به آشپزخونه خودتون. خوش اومدید. من مراش هستم و امروز میخوایم با هم دیگه یک نون بربری حرفه‌ای، دقیق اون چیزی که داخل ایران درست میشه و راحت رو بهتون آموزش بدم. ببینید دوستان، اگه قبلا هم تجربه خوبی از درست کردن نون ندارین حتما این ویدیو رو ببینید. نکته های خوبی بهتون میگم توی باز کردن خمیر و خمیرگیری نونایی مثل نون بربری، نون سنگک، که خیلی به دردتون میخوره. حقیقت سخت هم نیست، خیلی راحته، فقط بعد اینا رو رعایت بکنید. قبل از اینم که ویدیو رو شروع بکنم ازتون میخوام اگه بار اولی که دارین ویدیوهای من رو میبینید حتما اون پایین دکمه سابسکرایب اون قرمز رو بزنید، مشترک کانال بشید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و کامنت ها و لایکاتون هم که برای من قوت بخشه تا انتهای این ویدیو همراه با من باشید. خب دوستان، آردی که برای نون بربری استفاده میکنید آرد سفید گندمه که نهایتا 15% میتونید بهش سبوس اضافه کنید. بنابراین من 4 تا پیمونه آرد سفید گندم اضافه میکنم که وزن تقریبی هر پیمونم هم 150 گرم آرده که رو هم رفته میشه 600 گرم. نصف پیمونم سبوس گندمه که اگر نداشتید با هم آرد سفید هم میتونید درست بکنید. خوب آردتون رو با هم دیگه مخلوط کنید. اضافه کردن سبوس باعث میشه که ارزش غذایی نونتون بالاتر میره. توی این قسمت بهش 1 قاشق چایخوری نمک اضافه کنید. از مخمر فوری دارم استفاده میکنم. ببینید دوستان، این مدل مخمر احتیاجی به صبر کردن، عمل آوردن نداره. فقط مطمئن باشید که سالمه و تاریخ مصرفش نگذشته باشه. اگر که شک دارید به تاریخ مصرفش، به این شکل مثل من قاطی نکنید با آرد قبلش، با یه مقدار آب ولرم و 1 قاشق چایخوری شکر اونو عمل بیارونید به اندازه 5 دقیقه بعد اضافه کنید به آردتون. ولی خب برای من سالمه، تاریخ مصرفش درسته، احتیاج به عمل آوردن نداره. خیلی راحت به اندازه 1 قاشق غذاخوری به آرد اضافه میکنم، کامل با هم دیگه تو این قسمت مخلوط میکنم. به اندازه 1 قاشق غذاخوری، همون قدری که مخمر ریختین، این وسط شکر بریزید. آب ولرم داریم، دماش باید حدوداً 37 درجه تا نهایتاً 40 درجه. اگر زیاد داغ باشه باعث میشه که مخمرتون عمل نکنه. اضافه کنید به این شکره، چون شکرمون هم یه مقدار دونه درشت بود که مطمئن بشیم هم میخوره. بعد از اون با 1 قاشق شروع کنید به هم زدن. به محض اینکه آب ولرم رو اضافه میکنید، مخمر اون تو فعال میشه و شروع میکنه به فعالیت کردن. کم کم بهش آب اضافه میکنیم و هم میزنیم تا بهتون بگم به چه درجه از سفتی برسه، که این قسمت یکی از مهمترین قسمت های درست کردن نون بربریه. این خمیر مثل خمیر پیتزا نیستش که یه مقداری سفت درست میشه، باید خیلی نرم درست بشه، که کامل بهتون میگم. با دستم داخلش نرید، تو این قسمت هیچ احتیاجی نیست. با همین قاشق شروع کنید به هم زدنش. تقریبا به اون مقدار 2 پیمونه آب ولرم اضافه کردم. تو این قسمت یه مقدار دستتون رو خیس بکنید. وقتی دست خیس باشه دیگه بهش به راحتی نمیچسبه. قاشقتون رو تمیز کنید، بیارید بیرون. با دست خیس و نمدار این خمیر رو جدا بکنید از روی ظرفتون. یه مقدارم آب بریزین زیرش که زیرش هم خیس باشه. بذارینش رو صفتون. ببینید، نه میچسبه نه اینکه به قول معروف اذیت میکنه. به همین شکل یه مقدار اینو ورزش بدین. توی ورز دادنتون میتونید اینو روی سطح بکوبینش. دیدین داره میچسبه، یه مقداری دستتون رو میتونید مرطوب بکنید که نچسبه. تقریبا 2 دقیقه به این شکل این خمیر رو ورزش بدین براش کافی هستش. بعد از اون از روی سطح جمعش بکنید، بزنش داخل همون کاسه‌ای که مخلوطش کردین. میخوایم یه نون درست کنیم قشنگ خاطره بشه. ببینید بافتشو چجوری کش میاد و شله. اگر هم احساس کردین که خیلی خیسه و شله، وقتی که داخل ظرف گذاشتین یه مقداری آرد روش بپاچین، روشو با یه دونه سلیفون ببندین، به اندازه 45 دقیقه بذارین استراحت کنه. تقریبا باید حجمش حداقل 2 برابر الانش بشه. برای رومال بربری آرد سفید با آب سرد باید قاطی کنیم. بنابراین 1 قاشق غذاخوری آرد سفید رو داخل یه دونه ظرف بهش آب اضافه کنید تا به این رقیقی در بیاد. اگر خواستین یه مقدار غلیظ‌تر شه میتونید حرارت هم بهش بدین، ولی لازم نداره. میذاریمش کنار. نون که آماده شد برای رومال ازش استفاده میکنیم. ببینید خمیر به اندازه کافی باد کرده، اومده بالا. دستتون یه مقدار مرطوب کنید، هوای خمیر رو بگیرید، بندازینش روی صفحه صاف. اگر که صفحتون سنگی نیست میتونی یه مقدار آردم زیرش بریزید.
فقط میخوام بهتون نشون بدم ببینید چقدر خمیر باید شل باشه تو این قسمت. این قسمت رو خوب دقت کنید. ببینید روی سطح صفحتون سبوس گندم بریزید. اگر سبوس نداشتین مجبوریم دیگه آرد سفید بریزیم. ولی اصلش همین سبوسه. با دست خیس یه چونه مناسب سایز سینی فرتون به این شکل بذارین روش. هیچ کار خاصی هم لازم نیست. همینجوری بذارین روش. با دست شروع بکنید به باز کردن. خیلی راحت باز میشه چون خمیر بسیار نرم هستش. بعد از اون از این رومالتون بریزین روی این. مواظب باشین روی سبوسا نیاد. با دست کامل اینو روشو با رومالتون خیس کنید. تو همین قسمت با دست خیس شروع کنید به پنجول زدن به این شکل. تمام. از اینجا به بعد ببینید دست بندازین زیرش بدون اینکه پاره بشه. سعی کنید بلندش بکنید. پهنش کنید تو سینی. خیلی راحت هم باهاتون همکاری میکنه چون زیرش کاملا سبوسی هستش. به همین شکل. اگر کنجد و هر چیز دیگه سیاهدونه خواستین اضافه کنید تو همین قسمت موقعش هستش. تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه به همین شکلی استراحت کوچولو دیگه بهش بدین. روش هم با یه دونه دستمال تمیز بپوشونید که خوش نشه. فرتون رو از قبل با درجه 220 درجه گرم بکنید. حرارت از پایین طبقه وسط. تقریبا آخرای پختش به اندازه 2-3 دقیقه حرارت از بالا رو هم روشن کنید که روش هم برشته بشه. ببین این شد اصل بربری. اینقدر هم داغه که دست آدمو می‌سوزونه. رنگ پشتشو ببین. اینا هم همون سبوسایی که با فرچه تمیز میکردیم ولی نگرش دارین خیلی برای سلامتی مفیده. بافت داخلش رو ببینید. اینجا رو ببین. برید درست بکنید حالش رو ببرید. این اصل بربریه.